استاد حبسش کرد، ولی در پناهمون زندگی میکرد. ما در فکر نمیکنم که مشکل داشته باشیم که در یه جامعه اسلامی دموکراسی بسازیم. ما تجربه ترکیه رو داریم، تجربه بدی نیست ترکیه، مشکلات خیلی داره، ولی جامعه امروز ایران مساله ساختار دموکراسیش از زمانی که ترکیه وارد ساختار دموکراسی شد جلوتر. سطح دانش آموختگیش، شرکت حقوق زنان در حوزه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و از همه مهم‌تر، هیچ کدوم از این کشورهای دیگر 33 سال تجربه حضور یک حکومت دینی رو تو زندگی اجتماعی نداشتن. شما امروز لازم نیست برید برای مردم بگید که سکولاریسم چیست، بگید عدم دخالت علما در زندگی خصوصی، تموم شد رفت. من نمی‌فهمم، چون حس کردن این رو در زندگی خودشون. من فکر کنم جمهوری اسلامی آموزشی که در حوزه قد بودن حکومت دینی به جامعه ایران داده از 100,000 کتاب کسروی تواناتره. تو زندگی مردم این چیز رو نشون داده که چقدر دخالت دین در حوزه زندگی خصوصی مردم و زندگی سیاسی جامعه نه تنها به جامعه لب نمیزنه، به دین هم لب نمیزنه. و من باور ندارم که اسلام به توانایی برای دموکراسی نداره، برای که اگه شما به تاریخ مسیحیت نگاه کنید همچین تاریخ پر افتخاری نیست که فکر کنید که اینا مثلا همش داشتن بحث میکردن با هم. تاریخ مسیحیت فراموش نکنید که تا دور مدرنیته ضمن تمام کارهای مثبتش دو تا جنگ جهانی رو انداخته، 100 میلیون نفر مردم کشته شدن درش. این بخشی از تاریخ مدرنیته است، بخشی از تاریخ به هر حال دوران مدرنیته مسیحیه. آقای امیری بفرمایید. دو تا مطلب هست که من علاقه دارم این رو بیشتر بودیم. یکی اشاره کردید به ارزش. من فکر میکنم تولید ارزش یعنی در واقع همون انباشت سرمایه. گفتیم الان تو دوره اینترنت و این تشکیلات این گردش سرمایه و انباشت و اون تغییر کرد، این ارزش رو به ارزش تغییر کرد. اینو اگه بتونید توضیح بدید خیلی بس مفصل. سوال دوم هم در رابطه با واژه خلق‌ها یا ملیت‌ها که گفتید این واژه بیشتر رو پیکریه و مفهوم معنایی نداره. من اشاره میدم به اروپای شرقی بعد از جمع‌پاچیدن شوروی. اولین حرکتی که بورژوازی حاکمین نوخواسته شروع کردن جدایی از شکل سابقی که بهشون اعمال شده بود، مثلا تیتو که در یوگوسلاوی اعمال کرده بود، اینا مجزا شدن. البته خب مثل حاملگی با دردم همراه بود، ولی در اصل این بود که خواهان این بورژوازی این جرفا خواهان این جدایی بودن. یا مثلا چکسلواکی که تبدیل شده الان به چک و سلوان، یعنی در واقع یک روند طبیعی خواسته حالا بورژوازی یا مردم یا خلق‌ها یا ملیت ها. چرا این واژه بیسرانیت ها بودن نامفهومیه برای شما؟ خیلی هر کدوم واقعا چند ثانیه بیشتر نمیگم. بحث ارزش رو ازاده در یه بحث مفصلی یه زمان دیگه بکنیم. فقط یک مثال برای شما میزنم که ما امروز با یک کالای روبرو هستیم که برای دومین بار در تاریخ، اولیش که اسم نمیارم چیه، ولی برای دومین بار در تاریخ عرضه کننده اون کالا میتونه هنوز مالک اون کالا باشه، فروشنده. اونم سافت‌ور. شما یه سافت‌ور رو تولید می‌کنی، بعد یه پلاستیکی که 10 سنت می‌ارزه $400 می‌فروشی تا ابد هم مال خودتونه بازم می‌فروشی. این کار نهفته در کالا و مواد خام نیست، یه چیز دیگه هم اضافه شده بشه بدون اینکه بخوام وارد بحث بشم. در مورد مفهوم خلق‌ها و اینها در تاریخ ایران، برای این گفتم بی ربط، نه اینکه اصولا همه جا بی ربط هست. این رو کنگره ملل خاور به ایران آورد، از مدل روسیه مطرح کردن، آمد تو ایران، حزب کمونیست ایران اینو مطرح کرد و بقیه هم پذیرفتن. تاریخ ایران، تاریخ دولت مرکزی که ملت‌های تو ایران رو به بند کشیده نیست. 900 سال دولت در ایران از زمان غزنویان تا زمان مشروطه دست ترکمن‌ها بوده.
دولت‌های ترکمان در ایران حاکم بودن. اگه به کسی ستم شده مردم یزد. بنابراین این واقعی نیست. یعنی این با مدلی که روسیه شکل گرفته نمی‌خوره. مدل آمیزش ایران داوطلبانه است. ایران فرش هزار رنگ در هم آمیخته است که شما نمیتونید بیاد بگید که ملتی به ملت دیگه ستم کرده. مثلا فارس‌ها آمدن ستم کرده. 5 بار تبریز رو غارت کردن. 2 بارش روسان. 2 بارش مغولان. 1 بارم عثمانیه. هیچ وقت مردم بعد وقت کاشان اشکر نکشیدن برن تبریز رو غارت کنن. نبوده تاریخی. این بنابراین مدل هایی که ما انتخاب کردیم از جمله گفتید از مدل های خارج یکش هم این مدله. مدلی که ایران هم یک کشور کثیرملت. ایران کشور چند زبانی هست، چندین فرهنگی هست، کشوری است که بسیار در هم آمیخته. ولی این کشوری نیست که به این معنی نیست که نمیتواند اتفاقاتی بیفتد، میتواند. ولی کشوری نیست که یک دولتی آمده باشه در درازای تاریخ سر کار و گفته باشه که ما به عنوان ملت مثلا فارس که وجود نداشته میخوایم دمار از روزگار ملت‌های دیگه در بیاریم. نبوده در تاریخ ایران. حتی شکل گرفتن زبان فارسی داوطلبانه است، شمشیر پشتش نیست. اینکه در دوران رضا شاه کارهای صورت گرفته اینا جزئیه، اینا جامعه نمی‌سازه. من از اینم فراتر میرم، تمام می‌کنم صحبتام. وقتی که مدرنیته به ایران میرسه و در پیامد مدرنیته ناسیونالیسم ایرانی متولد میشه، این ناسیونالیسم با لهجه قفقازی و تبریزی متولد میشه. مثلا در تمام مجموعه ناسیونالیست‌های ایران، پایه‌گذاران فکر ناسیونالیسم ایرانی که شیداگونه هم است، درونگراست، برونگرانی است، دنبال تجاوز به سرزمین دیگه نیست، شما فقط آقای کرمانی رو دارید از خطه جنوب، بقیه همه مال قفقاز و آذربایجان هست. بگه یکی از گردن کلوفتاشون تقی‌زاده است. من تقی‌زاده رو ملاقات کردم منزل بدرم. شما یک بار تقی‌زاده رو میدیدید نمیتونستید به این بگید آقای مثلا نماینده ستم ملت فارسه، با لهجه غلیظ ترکی که صحبت میکرد. یکیش کسرویه، آخوندزاده است، طالبوف تبریزیه و مجموعه کسانی که از اون منطقه بلند شدن و اینها به دنبال من. تو از این فراتر میرم، یکی از کسانی که تو این دوره تاریخی ایران به دلیل الان ما در آستانه 21 آذری به دلیل کارهایی که بعدها صورت گرفت پیشوری محروم شد به اینکه برها دنبال تجزیه ایرانه و اون دوره هم خطا کرد. این در دوران بعد از آغاز جنبش مساوات طلبها در آذربایجان و انقلاب اکتبر و غیره یه روزنامه بیرون میداد. اسم روزنامهش بود آذربایجان جزء لاینفک ایران. اسم روزنامهشه، مقاله نیست، اسم روزنامه است که پیشوری بیرون میده. یعنی وقتی چنین احساسی وجود داره اینکه رضا شاه بشنوه که مثلا رضا شاه رفسه نمیفهمید این مسائل چیه که بخواد اینو ثابت کنه. بگذاریم که رضا شاه، حالا هی ما میگیم قدیمو بکنید، محمد رضا شاه و خانواده پهلوی نیمه قاجار هستند، نیمه آیرملو هستند، خودشون هم نیمه ترکمن هستند. اصلا تاریخ ایران شما نمیتونید از هم جدا کنید. شما امروز نمیتونید شهرام ناظری رو از فارس زبان ایران بکشید، کرد باشید، امکان ندارد، مال هم هست. این تنیده شده در دل جامعه هست. ما سعی کردیم با عینک اتحاد شوروی به ایران نگاه کنیم، یه دیگه هم سعی کردم با عینک اروپا به ایران نگاه کنم. واقعیت این که باید بیم خود ایران رو بررسی کنیم، ببین واقعا بغرنجی های راستین قومی و ملی در ایران چی بوده، بغرنجی های راستین زبانی در ایران چی بوده و هست، و این رو بهش بپردازیم. مدل هایی رو که به ما رسیده این مدل ها کار نمی کنه. کردستان چی؟ کردستان پایه‌گذار اولین دولت ملی در ایران بوده، نزدیکترین گروه به بقیه مردم ایران هستش، خیلی نزدیکتر از ترکمان هایی که آمدن به ایران چیره شدن. مثلا قابل، یعنی این که بالاخره در سودای این ادعی باشن که یک دولت مستقل کرد درست کنن یه بحث سیاسی عمومیه. این که آیا در تاریخ ایران کردستان رو فارس‌ها تقسیم کردن، خیر، جنگی بوده بین عثمانی ها و دولت صفوی که شمشیر قزلباش هم اینورش بوده، مردم شیراز هم نقشی درش نداشتن. آخرش هم بگم وقتی ارتش ایران رو درست کرد رضا شاه، 2 تا سرگرد شیرازی هم توی این ارتش نبود، همه مال آذربایجان و کرد و ترکمان و غیره بودن. جنگ جنگ جوی جامعه ایران بودن آخه. شما نمیبینید این
در هم تنیدگیه ولی بوده حتما چی من بعد نمیخوام بگم یعنی واقعیت تاریخ رو دارم بیان میکنم. وزیر بودن شیرازی. سوال آخر از شما. خیلی ممنون از سوالش به سوالی که من دارم شدم تو بحث میشدم چون این شب داده عمل تسکردی و شیعگردی و سپیزمی ایشون و وزر میده ایشون رو دسته دوره صحبت کردی شما، ولی چون خیلی صحبت راجع به اسلام داره میشه میخوام ببینم این مسائل ایران که داریم میگه این مسائل ما عرده از دوران اسلام شروع شد یا یعنی ما قبل از این مسائل نداشتیم و دلیل دارم میارم شما صحبت کردیم دو جنبه ما فعالیت سیاسی هست و فرهنگی سیاسیش هم مثلا تو همین اتاق در نظر بگیم از 40 نفر 20 نفر ممکنه نظر مختلف 20 نظر مختلف سیاسی باشه، فرهنگی هم که همین برمیگرده فقط از اسلام شروع میشه این فرهنگی یا من قبلا هم بوده چون مثلا یک کوت بخوام بیارم اونجا از کتاب حسن نراقی راجع به جامعه شناسی خودمانی و میگه که ما خیلی همون زود سریع میریم این اعراب اومدن اعراب پابرنه که ما رو بینیم بزن درسته که اینجوری نیست قبل از اسلام هم ما مسائل داشتیم من اصولا چنین نگاه نمی کنم من اصلا نمیخوامم برگردم ببینم که اسلام چه اتفاقی انداخته تو ایران چه بلایی آورده سر ما مثلا وقتی به تاریخ نگاه میکنم بکنم یکی از بزرگترین زمینه های عقب ماندگی جامعه ایران ایلغار مغول هست نه آمدن اسلام یعنی برای اسلام وقتی وارد ایران میشه کارهای زیادی انجام میده که به زیان جامعه ممکنه باشه ولی ویران نمیکنه ایران رو ایران ایلغار مغول ببینید فراموش نکنید ایران تنها تمدن بزرگ جهان هست که کنار آب بنا نشده تمام تمدن های بزرگ جهان کنار آب بنا شده یا کنار رودخانه است یا دریاست ایران استثناست تو زمین برای همین هم تو این به اصطلاح فلات ایران که آبم کم هست رودخانه ای که به دریا برسه کمه ما با کلان شهرها در تاریخ ایران رو بودیم که پیرامونش هم روستاها به وجود میاد مثلا این مدل به هر حال تمدن ایرانی بوده مغول ها این کلان شهرها رو ویران میکنن و نظام آبیاری رو ایران از بین میبرن و ایران هیچ وقت سر بلند نمیکنه از ویران شدن زندگی شهری یک کمی بلند میشه ولی باز گرفتار یه رشته مشکلات اینا میشه وقتی من به گرفتاری های تاریخی فرهنگی اشاره میکنم از جمله فرهنگ ایلیاتی جامعه ایران ارزش های ایلی که به جامعه ایران آمده و ارزش های مذهبی طریقتی امروز جامعه این مورد بررسی میتونه قرار بگیره بحث شاید جالب آکادمیک هم باشه که اگر اسلام نمی آمد چه میشد اگر شیعه ایران نمی شد چه میشد من میگم این چیزیست که هست به ما رسیده و این واقعیتی که به ما رسیده دارای گرفتاری ها و دارای جنبه های زیبایی است. جنبه زیباش چیه؟ این تنوع قومی، زبانی، فرهنگی جامعه ماست که مثل آمریکا ایران رو توانا داره میکنه و اینا رو نباید از بین برد. خیلی زیباست این که در هم تنیده است. جنبه ناتوانش چیه؟ جنبه توانای دیگه ما دارای ادامه دارترین و ناگسسترین نظام دیوان سالاری جهان هستیم. یعنی برمیگرده نزدیک به 2700 سال نظام دیوان سالاری. اون چیزی که انگلیس بهش میگن سیویل سرویس. ما ناگسست باقی مونده. و ایران رو این نگه داشته و چون زبان دیوان سالاری هم فارسی بوده در دوره بعد از اسلام زبان ادبی ایران هم فارسی شده در مورد دوره مدرن در واقع باید دوره جدید باید گفت میراث‌های منفی که به ما رسیده جنبه‌های منفی خرافات مذهبی باورهای دینی است که ضرر زده به جامعه باورها ها نه خود مذهب ضرورتاً و ارزش‌های ایلی ارزش‌های قومی ایلی عشیره‌ای که تو سیاست ایران وارد شده تو زندگی عمومی جامعه ایران بوده کوشش کرده مشروطه به این پایان بده ما هنوز گرفتارش هستیم و چگونه باید بهش برخورد کرد به نظرم اول باید شناختش و این رو نباید به داوری من نباید برگردون به این که ما بریم دوباره بخوایم از صدر اسلام شروع کنیم همه بریم زرتشتی بشیم کمکی بده.